ششم اردیبهشت ماه 1398 خورشیدی و 26 آوریل 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به اثرات تروریسم شناختن سپاه در اقتصاد نفت ایران. پرده آخرم آخر برنامه. تقدیمی و پیامدهای سیل. یه ویدیو ببینین اول. عاقلا و مردمانش پس از گنبد کاووس دومین قربانیان سیلاب اخیر بودند. عامل اصلی سیل سد وشنگیر اعلام شد، چرا که ظرفیت مخزن به علت رسوب کاهش پیدا کرده بود و با وجود هشدارهای پی در پی سازمان هواشناسی درباره بارش شدید باران دریچه های سد باز نشد. در این میان نبود استاندار گلستان در اوج بحران سیل خبرساز و منجر به برکناری وی شد. هرچند انتقادات جدی به شیوه مدیریتی منافع هاشمی وجود دارد، اما اخیراً نامه‌هایی با امضای وی به دست اسکان نیوز رسیده است. در این نامه‌ها هاشمی هشدار داده بود ظرفیت سد وشنگیر به دلیل رسوب به کمتر از 50% کاهش پیدا کرده. او این مسئله را خطرناک و ضرورت لایروبی سد را یادآور شده بود. این نامه‌ها در آبان و بهمن سال 1396 و خرداد ماه 1397 خطاب به رضا اردکانیان، وزیر نیرو و سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نوشته شده بود، اما پاسخی از سوی این دو وزارتخانه دریافت نشد. رونوشت این نامه‌ها به دو نماینده گرگان و عاقلا نیز فرستاده شده، اما مستنداتی دال بر پیگیری آنها برای این مسئله وجود ندارد. بله، لایروبی نکردن سدها در بعضی مناطق مثل گلستان یکی از دلایل اصلی بود. افزون بر این، لایروبی نکردن رودخونه ها و تغییر مسیر رودخونه ها یکی دیگه از دلایل اصلی است در بعضی مناطق مثل خوزستان. تو آب عمقش معلوم بشه؟ علی اشیر شهر کسی مونده؟ یک و نیم متر حداقل عمقشه. بس کلمه کسی مونده؟ اینجا مسکن مهر شیرین شهر میبینید آب تا کجا اومده، تا لب پنجره اومده. آره این آقا جا مونده بود، خیس تو آب جا مونده بود. نه آب تو خونه ها رفته، طبقه اول آب گرفته، طبقه دو داره میره، طبقه اول گرفته کامل، داره کم کم میره بالا. ببینید جنایتی که اینا علیه مردم بدبخت مرتکب شدن فقط این بی‌توجهی ها نیست. هر جا که فکر میکردن میشه پول سازی کرد، رفتن سراغش بدون یک ذره توجه به عاقبت کارشون. یک نمونه براتون بخونم. روزنامه سازندگی گزارش داده که سال 94 مجلس به دولت اجازه داده که مسیرهای سیل رو بفروشن، توش ساخت و ساز کنن. ماده قانونی در مصوبه بودجه سال 94 وجود دارد که به وزارت نیرو اجازه داده تا برخی از مسیرها را از طریق مزایده به فروش برسانند. در این مصوبه آمده است فروش مسیرهایی که امکان وقوع سیل در آنها وجود ندارد امکان پذیر است. بعد خودت گزارش سازندگی نوشته که مشکل اینجاست که اصلا نمیتونیم فرض کنیم در مسیلی احتمال وقوع سیل وجود ندارد. این موضوع به طور کل میتواند ساخت و ساز بیرویه فعلی در حریم رودخانه ها را بیش از پیش افزایش دهد و در نتیجه منجر به تکرار صحنه های آخر زمانی شود که در دو هفته نخست سال 98 اتفاق افتاد. دروازه قرآن شیراز مسیل صاف شده ای بود که آب آن را برد. فقط در خوزستان 54 روستا در حریم رودخانه ها ساخته شدند. فقط در استان ایلام 27 دستگاه پل تخریب و 750 پل آسیب جدی دیدند. در خراسان جنوبی میزان پل های آسیب دیده به 974 دستگاه می رسد. اعداد خبر از عمق فاجعه می دهند. 12,000 کیلومتر از راه‌های کشور آسیب دیدند. به گفته وزیر راه و شهرسازی کلیه این 12,000 کیلومتر در مسیر رودخانه‌ها ساخته شدند. یکی از دلایل اصلی بالا بودن خسارت سال‌ها ساخت و ساز غیر مجاز در مسیر رودخانه‌هاست.
چرا که نظام برنامه‌ریزی در کشور مختل شده و برنامه‌های توسعه 5 ساله و بودجه‌های سالانه بدون در نظر گرفتن قانون تهیه و تصویب می‌شوند. و در این میان باید پرسید نقش موازی‌کاری نهادهای انقلابی و دولتی در اخلال برنامه‌های توسعه چقدر است؟ این پرسش‌های بی جواب در حالی ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده که کماکان هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش‌های سیلاسا ادامه دارد و میزان خسارت جانی و مالی در حال افزایش است. تا کنون میزان کل خسارت وارده به زیرساخت‌های ارتباطی 2000 میلیارد تومان برآورد شده است و بیش از 50 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آسیب دیدند. این اعداد جدا از خسارات وارد شده به کشاورزی و سایر بخش هاست. نگاه مهندسی بدون در نظر گرفتن شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی امروز کل کشور را چنان دچار بحران کرده است که شاید تا سالها تبعات آن ماندگار باشد. ببینین این گزارش روی یکی دو نکته تأکید میکنه که بسیار مهمه. این نگاه مهندسی بدون در نظر گرفتن شرایط و مسائل و اینها، حالا میگم این گزارش که درباره یونیسف خواهم گفت، ولی این نکته رو بگم که آنچه که مهم هست اینه که چرا این همه سد بی‌رویه ساختن، چرا این همه سیل بند رو برداشتن گذاشتن تو پیچ رودخانه ها که مسیر رودخانه عوض بشه، چرا روی مسیل ها رو پوشوندن مثل دروازه قرآن که فاجعه شد دیگه همه جهان فهمید، چرا این اتفاق افتاد؟ یه مش تازه بدون اون رسیده و آخوند و اینا که حاکم اصلیان ها، اینا پیمانکارایی دارن، پیمانکاراشون که حالا در طول برنامه هم صحبت میکنیم که اغلب هم سپاهی هن، از سپاهی های بازنشسته اغلب، به هر حال این یا آقازاده ها و دوروبری ها و فامیل ها و اینا، این پیمانکارا میرن و قرارداد میبندن برای ساختن صد و نمیدونم سیل بند و نمیدونم این نکاتی که بنده اشاره کردم در گزارش آمده. این جنایت که میگم فقط به خاطر پول، کل این پیمانکارا که فقط بیش از 5000 شرکت پیمانکاری مال سپاه، یعنی مال قرارگاه خاتم الانبیاست، اینان دیگه، اینا اومدن و یه همچین بلایی رو سر این مملکت آوردن که وقتی که یک سیل میاد، باران غیر قابل پیش بینی میاد، باران بی سابقه سنگین، یه همچین بلاهایی چون تمام ابزار پیشگیری رو از بین بردن فقط برای اینکه پول بگیرن به اونان پیمانکار. باری صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد سیل در 3/4 از استانهای ایران زندگی 10 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده که از این میان 2 میلیون نفر به شدت آسیب دیده و 500 هزار نفر بی خانمان شدند که نیمی از آنان کودکان هستند. بر اثر سیل اخیر 100 هزار کودک از تحصیل و هزاران کودک دیگر از فوریت‌های بهداشتی محروم شدند. حکومت برای جبران خسارت این سیلی که مسبب بسیاری از ویرانی هاش همین سوء مدیریت و دزدی هایی است که اندکیش توضیح داده شد چی کار میکنه؟ رهبر رأس نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم که برای امداد و بازسازی خرابی های سیل اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی رو به دولت ندادن، کمک هایی که از کشورهای دیگه اومده چی؟ اونو میدن به سیل زده ها؟ معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر میگوید کمک 17 کشور به مناطق سیل زده دریافت شده. وکلایی از سوی فدراسیون صلیب سرخ برای بازگشایی حساب‌های مسدود ایران تعیین شده. که همجه توضیح بدم که البته کمک‌های نقدی اونقدری هم نبوده که گره اساسی از مشکلات بکنه. 100 هزار یورو پاپ داده، 1,200,000 یورو اتحادیه اروپا داده. معاون امور بین الملل جمعیت هلال احمر در ضمن میگوید که نیازی به نیروهای امدادگر سایر کشورها نداریم. درباره نیروهای مزدور مسلح عراقی و افغان در ایران به عنوان امدادگران سیل که هفته پیش برنامه داشتیم بگذاریم. از 17 کشور محموله‌های کمک برای مردم سیل زده رسیده. 12 تن از فرانسه، 40 تن از ایتالیا، بیش از 4000 چادر، تخت تاشو، پتو و غیره از روسیه، از جمهوری آذربایجان، ارمنستان، کویت، عمان، 95 تن فقط از عربستان. از اینا چی به سیل زده رسیده؟
مردم سیل زده که میگم هفته پیش اشاره کردم که داشتن زندگی آدمای خانواده‌های محترم مثل خودتون، مثل شما که سیل نزده هستین، داشتن زندگیشون رو میکردن. این بلا رو سرشون آوردن. دیگه از تکرار فریاد بی جواب خسته شدن، میگن بابا هیچ چی نمیخوایم، فقط به همون چادر بدین. ببخشید ما هیچی نخواستیم، نگهبانی رو خونه همون میخوام بسیم، هر یکی یه چادر میخواد، چادر خواستیم فقط یه مونده دو زیاد از اینجا ول بکنیم با قایق میان برسون پره جای خودم، جای خودت هستی، اگه ستا معلوم داری و میخواب روی این درخت نخواستیم، ولی شب این درخت خوابید آقا، با بچه از تو درخت خوابید، نگهبانی میداد سر خونهش برمیگرده، نمیتونه بکنه دیگه، کسی نمیتونه یخچال بخره اگر دوز بود، نمیتونه یخچال کولر بخره، قابل میکنی کی؟ نه لو در هیچ نمیکنم، باید فقط داریم کنیم، آقا این طرف ما خونم زندگی داریم، اگه بل کردیم هیچی دیگه زندگی نرفته، شاوردیم که رفت، هیچ شاوردی کار نداریم. چادرایی که جزء کمک‌های انسان دوستانه از کشورهای دیگه اومده کجاست؟ هست، فراوون هم هست، میفروشن به مردم سیل زده. میفروشن حضرت عباسی، 500 تومن میفروشن. حضرت عباسی افتاد تو الهی رحمت میفروشن. گفتن ما داری بیا 500 تومن بیار، 500 تومن میفروشن. الهی رحمت خودت جا، خصوصا گیر داره چادر میفروشه به مردم. باور کنین هیچ جای دنیا یه همچین نظام دزد و بیرحمی وجود نداره. فکر میکنین بعد از اینکه این وضعیت بحرانی آب و هوا فروکش کنه، این مردمی که همه چیشون از دست دادن، که خودتون میگین 2 میلیون نفرن، ساکت میمونن؟ تقدیمی این هفته از سیل زدگان به علی اصغر پیوندی، رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. اصل دعوای آمریکا با جمهوری اسلامی بحران سازی جمهوری اسلامی است در کشورهای دیگه. یک خلاصه دعواست، در یک کلام گسترش تروریسم شیعی و ناامن کردن منطقه و جهان برای فقیر و غنی. تروریسم که فقیر و غنی نمیشناسه که. هر کسی یا هر کشور یا منطقه‌ای که ولایت حاکم ایران رو نپذیره، شکی نیست که سازماندهی و تغذیه تروریسم بین المللی رو باید شاهد باشه که سپاه پاسداران انجام میده. حتی هر جا منافعش اقتضا بکنه سپاه با القاعده و داعش و طالبان که سنی هم هستن همراه و هم برنامه میشه. 2 سال پیش دیگه اینا رو در 2 برنامه گذشته صحبت کردیم و برنامه های پیشین باری، 2 سال پیش قانون کاتسا در کنگره آمریکا تصویب شد و به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید. کاتسا قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریمه. تحریم های برنامه موشک بالستیک ایران و افراد مرتبط و کسانی را که با آنها
معامله دارن و تحریم های علیه سپاه پاسداران به دلیل حمایت از تروریسم مال دو سال پیش و کلیه سال نیم پیش و کلیه افرادی که در فروش تأمین قطعه تعمیر و انتقال تانک، خودروی زرهی، تسلیحات با کالیبر بالا، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، کشتی موشک و سامانه‌های موشکی به ایران نقش داشته باشن. اهمیت کاتسا بیش از هر چیز شاید این است که برای اولین بار سپاه پاسداران ایران رو، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران رو آمریکا به دلیل فعالیت‌های تروریستی تحریم کرد. به دلیل حمایت از این فعالیت‌ها تحریم کرد. آمریکا قبلا سپاه رو در سال 2007 میلادی، یعنی 12 سال پیش، به دلیل نقش داشتن در برنامه هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی تحریم کرده بود. دو سال بعدش هم در دوره اوباما سپاه به دلیل سرکوب جنبش اعتراضی سال 88 تحریم شد و زیر عنوان نقض حقوق بشر. تفاوت تحریم کاتسا در مورد سپاه با دفعات گذشته این است که یک قدم جلوتره، که این بار به خاطر نقش سپاه در حمایت از گروه های تروریستی تحریم شد و این البته برای اقتصاد مافیایی سپاه و کل جمهوری اسلامی تبعات بسیار مهمی داشت. تحریم جدید کاتسا یا همان مادر تحریم ها گرچه در نگاه اول تنها شامل سپاه و شرکت های وابسته به سپاه است، ولی با طراحی هوشمندانه ای که دارد کم کم به کل اقتصاد ایران سرایت می کند. بر اساس این تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مشمول دستور اجرایی 13224 رئیس جمهور آمریکا می شود. طبق این دستور اجرایی سپاه همانند یک سازمان تروریستی شناسایی و وارد فهرست تحریمی STN می شود. در نتیجه سپاه مشمول تحریم های ثانویه بانکی و غیر بانکی آمریکا می شود. آنچه وضعیت را بسیار متفاوت کرده و این تحریم ها را تبدیل به سیاه چاله می کند این است که تمام بخش های دولتی و غیر دولتی که با سپاه همکاری دارند به فهرست تحریم اضافه می شوند. این یعنی تعداد افراد و نهادهای ایرانی حاضر در فهرست تحریم که تا امروز به عدد 200 رسیده اند می تواند به چندین هزار برسد. اما باز هم این همه ماجرا نیست. این قانون وقتی در کنار قانون ایفکا 2013 قرار می گیرد شرایط را بسیار سخت تر می کند. مطابق این قانون هر فرد یا نهاد ایرانی و یا حتی غیر ایرانی که به واسطه ایران در فهرست تحریمی آمریکا قرار بگیرد دچار تحریم‌های شدید بانکی هم می‌شود. در نتیجه هیچ کس در دنیا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این فرد و نهاد همکاری کند، وگرنه با تنبیهات جدی آمریکا روبرو می‌شود. مثلا اگر شرکت ملی نفت ایران قراردادی با قرارگاه خاتم الانبیا امضا کند، شرکت ملی نفت ایران خود به خود وارد فهرست شرکت‌های تحریمی می‌شود. به همین ترتیب اگر شرکت‌های اروپایی هم با شرکت ملی نفت ایران کار کنند، با جریمه‌های جدی آمریکا مواجه می‌شوند. خب این مال زمانی است که سپاه، عرض کردم یه سال و نیم دو سال پیش، سپاه به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی تحریم شد. این بار 19 فروردین 98 آمریکا سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی گذاشت، تروریستی خارجی، در قانون خودش. یعنی مستقیم گفت آقا تو دیگه حامی تروریست فقط نیست، تو خود تروریستی. بلافاصله پیامدش چی بود؟ دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران میگوید شرکت‌های سوخت‌رسان هواپیما در اکثر کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس به هواپیماهای ایرانی سوخت رسانی نمی کنند. در لبنان، کویت و امارات و برخی دیگر از کشورهای جنوب خلیج فارس به هواپیماهای ایرانی سوخت رسانی نمی شود. نگرانی شرکت های سوخت رسان هواپیما نسبت به فشارهای آمریکا موجب شده تا از همکاری با هواپیماهای ایرانی پرهیز کنند. در منطقه فقط عراق به ایران سوخت هواپیما می دهد. خب تو همین دو هفته گذشت. حالا همین سطح پیشرفتی تحریم به دلیل حمایت از تروریسم که عرض کردم
یک سال و نیم پیش بود، بعد از یک سال و نیم در فروردین 98 رسید به تعیین سپاه به عنوان یک گروه تروریست. چه تفاوتی داره این تروریست دونستن سپاه با زمانی که سپاه به دلیل حمایت از تروریسم تحریم بود اما خودش به عنوان یک سازمان تروریست شناخته یا معرفی نشده بود؟ در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی اقتصاد بازرگانی پاریس. آقای دکتر خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. بنده پرسش رو مطرح کردم، نمیدونم اگه نشنیدین من دوباره تکرار کنم. گرفتم قربان. خواهش می‌کنم. سلام خدمت شما همکاران و همیهنان عزیزمون در هر کجا که تشریف دارند. عرض بکنم که خزانه‌داری آمریکا برای این دو کاتگوری قوانین متفاوتی داره. یک قضیه بغرنج حقوقی است که اجزای اون عملا در عمل معلوم میشه و اگر کار به دادگاه ها برسه، ولی وقتی که یک جریانی وارد گروه تروریست میشه هر گونه همکاری با او شما را در ردیف تروریست و معاضدت با تروریست قرار میده. بونگهی هر سرمایه‌ای که در اونجا حتی یک رقم سرمایه اون گروه تروریستی حضور داشته باشه از نظر قوانین آمریکا قابل ضبطه. یعنی سپاه که در حدود 600-700 شرکت با دیگران همکاری سرمایه گذاری مشترک داره، همه اونها در این قضیه گیر میفتند و ناگزیرن عقب بکشه از این شرکت ها. برای اینکه اگر در یک شرکتی شما فقط 100 واحد سرمایه داشته باشید که یک واحد اون به گروه تروریست تعلق داشته باشه، همه اون سرمایه از سوی مقامات آمریکا قابل ضبطه. وانگهی در مقوله دوم، یعنی در مقوله که یک جریانی وارد تروریسم میشه، در اونجا جان اونها هم امنیت نداره، در حالی که در تحریم مسئله جانی مطرح نیست، جرایم مالی برشون ببندن. در این شرایط از نظر جانی هم وقتی روبرو بشن با نیروهای کشورهایی که اونا رو ترور شناختند، خطر جانی هم برشون وجود داره، یعنی امنیت جانی هم ندارن. ملاحظه بفرمید، خیلی مختصر عرض کنم که این مقوله حاکمیت دولت ها که از 1648 با قرارداد وستفالیا تدوین شده، در واقع دولت ها رو در چارچوب کشور خودشون مختار و حاکم اعلام کرده و دخالت در امور داخلی اونها رو غیر مجاز دونسته. در کنار این دولت‌های پدید اومدن که اصولاً دولت ملت نیستن، جمهوری اسلامی یکی از اوناست. جمهوری اسلامی با بیان خودش هر جا رو که اونجا اسلام باشه کشور خودش میدونه، و در داخل کشور خودشون هر جایی که هر کسانی، هر گروهی، هر طبقه ای که اینا جزء اسلام خودشون ندونند غیر ایرانی تلقی میکنن. در نتیجه از مزایای وستفالیا نمیتونن استفاده بکنند، ولو که تاکنون جامعه بین الملل در زمینه مزایای وستفالیا با جمهوری اسلامی سرشاخ نشده. این نکته آخر رو اضافه بکنم، این مسئله حاکمیت دولت ها در درون چارچوب خودشون در این 20-30 سال گذشته از سوی مقامات بزرگ مورد تردید قرار گرفته. از ارکان آقای خاویر سولانا، برنارد کوشنر، تونی بلر، عرض کنم گوشتا فیشر، اینا همه گفتند که این حاکمیت دولت ها مشروط به رعایت حقوق بشره که جزو قوانین اساسی بین المللی است. در نتیجه کشورهایی که حقوق بشر رو رعایت نمی کنند بیرون از این قرار می گیرند. در نتیجه هر گونه استناد به این که ما خودمون مسائل خودمون تشخیص می دیم، گروه تروریست ما تعریف می کنیم، این مورد قبول جامعه بین المللی قطعا نیست. به ویژه که در مورد تروریست شناختن بسیاری از گروه ها جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل، شورای امنیت اتحاد نظر داره. مثلا کسی نمیتونه بگه که حزب الله یا گروه حماس تروریست نیست. جمهوری اسلامی در برابر اینها میخواد تعریف خودش رو بیاره جلو برای که با دست باز بتونه باشون تعامل بکنه. آقای دکتر، به معاهده یا قرارداد وستفالیا اشاره کردین، امتیازهای وستفالیا، اینو مشخصا توضیح بفرمایید.
ببینید بعد از جنگ‌های 30 ساله طولانی در آلمان در شهر وستفالیا کشورها جمع شدند و این قرارداد و قانون بین‌المللی رو به صورت معاهده درآوردند. این الان جزء اصول حاکمیت ملی تمام کشورها مورد قبول سازمان ملل و حتی حقوق بشر سازمان ملل هم به او استناد میکنه. در نتیجه اینا پذیرفته شده هستن. ولی ببینید مسائلی پیش اومده در این به ویژه 40-50 سال بعد از 70 سال بعد از جنگ، اصطلاحاتی وارد مقوله تعریف سیاسی و دولت ها شده، از جمله مثلا دولت های آدمخوار cannibal states، دولت های شرور evil states، دولت های لات روگ استیت. اینا وارد کار شدن و یعنی اینا تعاریف حقوقی پیدا کردن. به این ترتیب خیلی از این دولت ها که به این مبانی احترام نمیگذارن، نمیتونن از حاکمیت ملی دم بزنن و بگن چون من این کشور مال خودمه. ببینید در قدیم ما خانواده رو میدیدیم پدر بچهشو میزد، وقتی بهش میگفتی چرا میزنی میگفت بچه خودمه. در کشورها اینها قوانین ضد حقوق بشر رو، گردن زدن رو، دست و پا بریدن رو، چشم در آوردن رو، دندون شکوندن رو، از ارتفاع پرت کردن رو اجرا می کنند. اینا همه مخالف حقوق بشره تثبیت شده. در نتیجه چون حقوق بشر با این قرارداد وستفالیا ارتباط بنیادی پیدا کرده، در محافل بین المللی و محافل حقوقی اصولا این قضیه مطرح است که حق حاکمیت این کشورها، این دولت ها مورد احترام جامعه بین المللی نباید باشه. و مقوله دیگری به نام دخالت های انسان دوستانه، نظیر جنگی که در لیبی انجام گرفت مثلا، یا جنگی که در بنگلادش از سوی هندوستان انجام گرفت، وقتی به عنوان نجات یک ملت از بربریت یک دولت انجام میگیره، راه حقوقی برای مداخله باز میشه. و آیا معاوضه عملی هم داره این معاهده وستفالیا؟ عملا ببینید تمام دولت‌ها به اون استناد بکنن، یعنی هر دولتی در چارچوب مرزهای خودش میتونه قوانینش خودش بگذاره. جمهوری اسلامی مرتب تاکید میکند که این قانونه، یعنی آقای وزیر خارجه تحصیل کرده جمهوری اسلامی خجالت نمیکشد و میگوید که حجاب در ایران قانونه، هر کشوری یه درس کد داره، ایران هم درس کد داره. شما اگر یه قانون ضد انسانی، یک اصل ضد انسانی عقب مانده رو تصویب کنید در گروه خودتون، اینو تبدیل به قانون میکنید، باید از اعتبار قانونی برخوردار باشه. ولی با توجه به این تحولات که در حقوق بین الملل انجام گرفته و من که حقوقدان نیستم ولی با اینا از روی علاقه تعقیب بکنم قضیه رو، در اونجا تمامی اینا زیر سواله. یعنی کشوری که گردن میزنه، کشوری که دست میبره، پا میبره، چشم در میاره، حقوق زنان رو به طور کلی منکر میشه، در دادگاه ها جریان های حقوقی قابل قبول نداره، اصولا از حق حاکمیت حتی تنظیم و تدوین و تصویب قانون هم بی بهره خواهد شد. و این جریانی است که الان در محافل حقوقی هست و میرود که مورد قبول سازمان ملل هم قرار بگیره. ولی با توجه به بغرنجی سازمان ملل و اینکه در مجمع عمومی اون بسیاری از دولت های عقب مانده حضور دارند، هنوز فرصت زیاده که بشود اینا مورد قبول سازمان قرار بگیره و تبدیل بشود به قوانین مدون حاکمیت ملی. بله. آقای دکتر، من یک سوال کوچیکی میخوام بکنم، برگردم به اون قسمت که درباره تروریسم و حمایت از تروریسم شما در آغاز فرمودید در پاسخ به سوال اول من، تا بعد بحث اقتصادی رو مشخصا ادامه بدیم. آیا بنده درست عرض میکنم که تفاوت تحریم به خاطر حمایت از تروریسم و تروریست شناختن یک گروه، فرض کنید در باره سپاه صحبت میکنیم، این است که اگر در شرایطی که تروریست شناخته بشود سپاه، اگر در شرکتی فرض بفرمایید سهم داشته باشه، تمام اون شرکت به عنوان منبع مالی تروریست ها شناخته میشه؟ آیا درست عرض میکنم؟ درسته.
ولی در صورت قبل، یعنی در دو سال پیش چون این نه، در این صورت ممکن بود اون شرکت مورد جریمه قرار بگیره، ولی تمام اموال اون شرکت نمیتونست ضبط بشه. در تحت این قانون میتونه تمام دارایی اون شرکت ضبط بشه. سپاسگزارم. خب فارغ از بخش نظامی سپاه، فعالیت های کارفرمایی اقتصادیش از قرارگاه خاتم الانبیا شروع کرد که بذاریم من رو خود وبسایت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بخونم که از سال 1378 تصمیم گرفت سپاه به خاطر کاستن از تهدیدات خارجی ها از سال 78 در اجرای پروژه های پارس جنوبی به واسطه تحریم وارد عرصه پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی شود و حضور خود را با اجرای پروژه های تأسیسات جانبی از جمله آبگیر، توسعه فازهای پارس جنوبی و خطوط انتقال گاز آغاز کرد. در سال 1380 با شرکت در مناقصه های احداث بندر پتروشیمی در اصلویه، احداث مخازن 1 میلیون بشکه نفت و بازسازی سیستم کنترل مخازن نفت جزیره خارک برنده شد. قرارگاه خاتم الانبیا با برنده شدن در مناقصه توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی حضور خود را در این عرصه پررنگ‌تر کرد. اکنون قرارگاه به عنوان بزرگترین پیمانکار با راهبری، مدیریت، طراحی مهندسی و راه‌اندازی بومی صنعت نفت و گاز کشور شناخته می‌شود. سپاه سعی کرد بیشتر بر معاملات قاچاق متمرکز بشه به دو دلیل: هم برای کسب سود انحصاری بیشتر و هم برای جدا کردن کامل خودش از سازوکار دولت. دست و پاشو می‌بست. شرکت حمل و نقل دریایی تاید واتر خاورمیانه را خرید سال 87 300 میلیون دلار. تاید واتر شرکت خدمات دریایی خاورمیانه است. 60% واردات و صادرات ایران از طریق این شرکت انجام میشه و سپاه هر چی بخواد از راه دریا قاچاق کنه همین شرکت خدمات دریایی که مال خودشه کافیه تا کارشو دور از همه راه بندازه. دو سال بعد، یعنی سال 89 بعد از اینکه این تاید واتر رو خرید، سال 89 آمریکا تحریم‌ها علیه مؤسسات اقتصادی سپاه رو گسترش داد و بانک‌ها و شرکت‌های خارجی که با سپاه طرف حساب بودن روابطشون رو یا فوری قطع کردن، هر هفته تو خبرو می‌دیدین، یا مجبور شدن بعد از جریمه شدن قطع کنن بالاخره. بعد سال 91 سپاه میاد واسه اینکه از دم چک آمریکا کنار بره به اصطلاح تاید واتر رو می‌ذاره مزایده واسه فروش. سه سال پشت هم مزایده است، تاید واتر هیچکی نمی‌خره، فروش نمیره. بالاخره خرداد 95 اعلام میشه که توجه بفرمایید که مؤسسه اعتباری کوثر سهام عمده تاید واتر رو خرید و راه برای خارج شدن تاید واتر از تحریم‌های آمریکا باز شد، ولی نشد. مؤسسه اعتباری کوثر مونه به وزارت دفاع جمهوری اسلامی، یعنی از سپاه گرفتن دادن به وزارت دفاع، بعد دیدن تحریم‌ها برداشته نشد، بعدن دادن به یه شرکت دیگه خودشون که مثلا خصوصیه، مثل بقیه شرکت‌های خصوصی خودشون که شرکت‌های خانوادگی یا خصولتی بهش میگن، شرکت فراز انرژی دانا. بازم تحریم‌ها از شرکت خدمات دریایی تاید واتر برداشته نشد و نشده. مدیر عامل شرکت تاید واتر خاورمیانه با بیان اینکه علارغم اینکه شرکت از مجموعه سپاه پاسداران خارج شده است، اما تحریم‌های آمریکا برای تاید واتر پابرجاست. با توجه به مواضع ترامپ، هزینه برای پیگیری‌های حقوقی خروج تاید واتر از تحریم هم بیهوده است. وقتی تاید واتر با این همه دست به دست شدن که البته حالا ظاهری است، حالا به هر حال وقتی تاید واتر نمیتونه از تحریم در بیاد، شرکت‌های دیگه که سپاه توشون سهم داره تکلیفشون چی میشه؟ 17% سایپا مال سپاه، در مجموع 3 میلیارد دلار. 16% از شرکت سرمایه گذاری صنعتی بهشهر مال سپاه، یعنی 565 میلیون دلار. 25% پتروشیمی کرمان مال سپاه، یعنی 250 میلیون دلار. خود همین سه نمونه شد نزدیک 4 میلیارد دلار. بعد با ادامه تحریم و فشار بیشتر بر سپاه، سال 96 خامنه‌ای آمد گفت واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از نیروهای مسلح به بخش خصوصی پیگیری شود. بعد وزیر دفاع جمهوری اسلامی میاد میگه که واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از نیروهای مسلح، مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل
در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال میکند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیر مرتبط به هر دلیل خارج شوند. این آقای خامنه‌ای سال 96 فرمودن، وزیر دفاع هم همون سال 96 فرمودن. همون سال 96 70% از قراردادهای عمرانی شهرداری تهران به قرارگاه خاتم الانبیا داده شد. شهرداری و شروع شهر اصلاح طلب و اینا سا اینا جیغ می‌زدن میگفتن احمدی نژاد داده و نمیدونم قالیباف داده و فلان داده و اینا. 70% از پروژه های عمرانی همون سالی که رهبر معظم میفرمایند بدیم ببخش خوست. ببینید ویدیوی الان ببینید تا بعد برگردین سراغ مهمان محترم و ارجمند برنامه. این ویدیو مال همون موقع است، بعد از واگذاری 70% قراردادهای عمرانی به سپاه. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران: خوشبختانه مقام معظم رهبری روز گذشته یک فرمان بسیار مهم حیاتی صادر کردند و اون که نهادهای نظامی سپاه و ارتش از فعالیت‌های اقتصادی کنار برن. بنابراین انتظار ما این است که اصطلاحاً کلیه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با نهادهای نظامی من جمله سپاه و ارتش اینها در یک فرایند زمانبندی شده تعطیل بشه، به بخش خصوصی واگذار بشه، چرا که ما بر اساس حضور نهادهای این شکلی اگر بیان و شرط مناقصه را رعایت نکنن و بیان بر اساس روابط صرفا بر اساس ارتباطی که دارن و قدرتی که دارن بخوان قراردادهایی رو برنده بشن، طبیعتا مشکلاتی که ما در گذشته در مدت شهری داشتیم باز هم تکرار میشه. ما اصرار ما هم به عنوان شورای شهر پنجم و هم سیستم مدیریت شهری این است که شهرداری این است که فرایندی رو داریم طراحی میکنیم که انشالله کیفی ترین پیمانکار با پایین ترین قیمت بتونه تعهدات خودش رو در زمان مقرر انشالله انجام بده. خب اینا یا آرزوهاست یا خیلی 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 ببخشین یا حرفای مفت. الان دیگه فقط مدیریت شهری نیست، مثلا تحریما و تروریست ها میدونه سپاه و کارفرمایی همه این شرکت ها و 60% اقتصاد کشور. غیر از مخابرات که سپاه سهمش رو واگذار کرد به ستاد اجرایی فرمان امام، نه فقط هیچ کدوم از مؤسسه‌های اقتصادی رو واگذار نکرده، حتی سهامشون رو در مؤسسه‌ها و بانک‌های مختلف بهش دست نزد. برای همین از آقای دکتر پرسیدم اول برنامه که یعنی بعد از سوالا که چه میشه سرنوشت این، حالا صحبت میکنیم. همچنان سپاه بزرگترین کارفرمای کشوره، شرکت سرمایه‌گذاری قدیر توش داروسازی سینا هست، سیمان سپاهان هست، بانک پاسارگاد هست، کارخانجات استیلازین هست، پتروشیمی زاگرس و غیره و غیره، پالایشگاه اصفهان، تراکتورسازی تبریز، بانک پارسیان، صنایع دریایی صدرا، صنایع استیل مبارکه، بانک سینا، پاسارگاد، پارسیان، قوامین، انبوهی مؤسسه مالی و اعتباری مثل سامن الائمه و مهر ایرانیان و غیره. آقای دکتر منصور عزیز، فارغ از فرمان خامنه ای سال 96 که این نماینده شورای شهر تهران بهش اشاره کرد که بله فرمودن که واگذار بشود و فلان و ما فلان، اصلا چنین چیزی ممکن هست آقای دکتر منصور که سپاه از فعالیت های اقتصادی خارج بشه؟ ببینید سپاه در تمام رگهای اقتصادی ایران ریشه داره، یعنی جریانهاش جریانهای اقتصادی اقلن به طور مستقیم 20-30% اقتصاد ملی در جریانهای سپاه میگرده. نفوذ اون در ورای حوزه خودش سنجیده نشده و خیلی زیاده، یعنی نهادها و بنیادهای انقلابی که تعدادشون بالای 40 تاست، نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، اینا تحت نفوذ سپاه هستن و سپاه خودش رو مجاز میدونه از طریق بسیاری از کانال ها به دارایی اینا دست ببره. توجه بفرمایید، تخلیه بانک ها یعنی سپرده های مردم، تخلیه صندوق های تامین اجتماعی، اینا از طریق عمدتا سپاه انجام گرفته. یعنی اینا هر جا که پول میبینن فکر میکنن که پول میشود تصرف کرد. در نتیجه نفوذ اینها بسیار گسترده تر از اون اطلاعاتی که داریم، و این رو با دست کنم اطلاعات ما در مورد دستگاه سپاه بسیار ناقصه، چون اینا نه ترازنامه میدن
نه گزارش عملیات سالانه میدن، نه گزارش سود و زیان میدن و نه مالیات میپردازن. در نتیجه چیزیست بسیار مبهم و تحت نظارت هیچ دستگاه مملکتی نیست. به این ترتیب سپاه از یک سو و بنیادهایی که در دست روحانیت قرار داره، اینا با هم دیگه همکاری‌های نزدیک دارن، در هم تنیدگی‌های زیاد دارن و دارایی اینها بسیار بسیار بالاست. ببینید فقط گزارشی که رویترز در مورد ستاد اجرایی فرمان امام تهیه کرد، گزارش 95 میلیارد دلار سرمایه رو در اونجا داد، در حالی که نهادهای دیگر وقت فلان بذاریم شما از کنم وارد این بحث نشم برای که مستقیم ارتباط نداره. دارایی اینها از صدها میلیارد دلار فراتر میره، یعنی از تولید ملی کشور فراتر داری اینها. اون وقت شما نقش اینها رو در این مصائب ملاحظه بفرمید. نمونه بارز و دوبارز و شرم‌آورش دخالت ستاد اجرایی فرمان امام در مقوله کمک به سیل زدگانه که اومد جلو و 20 میلیارد تومان کمک کرد. 20 میلیارد تومان یعنی کمتر از 2 میلیون دلار، کمتر از 2 میلیون دلار، با وجود ده ها و صد ها میلیارد دلار سرمایه در اونجا. به این ترتیب ما در مورد سپاه اطلاعات ناقصی داریم، به برآوردها، به حس و گمانها، به محاسبات بسیار عرض کنم کلی ناگزیر کفایت میکنیم. حالا آقای دکتر معذرت میخوام، ببینین مثلا خود قرارگاه خاتم الانبیا میگوید که 135 هزار نفر نیرو داره که کمتر از 3 هزار نفرشون نیروی رسمی هن. یعنی که میگه منم بزرگترین کارفرمای کشورم، یعنی اساسا نیروهاش بازنشسته های سپاهن، شرکت های پیمانکاری درست کردن که این شرکت‌های پیمانکاری سپاه مهمترین در واقع سیبل تحریم میتواند باشد. آیا سوالم اینه که این 5000 شرکت بزرگ پیمانکاری به دلیل همکاری با سپاه تروریست مورد تحریم میتونن واقع بشن؟ ملاحظه بفرمایید این تحریم آمریکا چون بی سابقه است، در واقع وارد یک منطقه خاکستری شده است، در نتیجه در عمل باید معلوم بشه، یعنی قرار باشه که تحریم به اون معنایی که در قوانین آمریکا وجود داره پیاده بشه، عملا تمام اقتصاد ایران باید بلوکه بشه. یعنی تمام ساتلیت ها از دادن اطلاعات به شبکه ارتباطی در ایران باید خودداری بکنن، در نتیجه تمامی بانک هایی که با ایران همکاری میکنن، چون بانک ها با هم ارتباط درهم تنیده‌ای دارن و بانک و سپاه پاسداران خودش ده ها بانک و مؤسسات مالی غیر بانکی داره، در سطح جهان با ده ها بانک عمل میکنه، اگه قرار بشه تنبیه بشن در واقع تمام اقتصاد ایران تحت تحریم میره. سپاه مثل ویروسی است که در سلول ها جا کرده، در نتیجه از بین بردن نفوذ اون مستلزم از بین بردن این سلوله و در نتیجه ملت به شدت از این بابت آسیب خواهد دید. از این نظر باید ببینیم در عمل این قضیه رو چگونه پیاده میکنن، چون همونطور که عرض کردم سابقه ای برای این نوع تحریم وجود نداره. بله. حالا برمیگردیم به اون موضوع، اینکه در عمل مردم چقدر صدمه میبینن. من فقط یه نکته بگم که سپاه سعی میکنه با تغییر نام شرکت های زیربطش مشکل تحریم موقت حل کنه. مثلا یک مثال فقط بذارم که شرکت مثلا سال 95 گروه قطعه سازی بهمن، خودروسازی بهمن که 45% سهام شرکت بهمن در تولید خودروی مزدا شریکه که همش مال سپاه بود، 62%ش رو شرکت کروز میخره که مثلا خصوصیه. دو سال بعد دیمای 97 بهمن که تحریم میشه میاد اسمش رو عوض میکنه. و ببینین فقط یک نامه سند ببینین بعد ادامه میدیم برنامه رو. نامه فرشاد مقیمی معاون وزارت صنعت و معدن و تجارت و اینها به رئیس ستاد مبارزه با تحریم تاریخ 8 دی ماه 97 که توی این نامه نوشته، این نامه البته نیست که شما دارین میبینین، اینا مربوط است به قرب، نامه رو میبینین و این نامه رو حتما باید ببینین و من بخونم براتون.
فرشاد مقیمی معاون محترم وزیر و رئیس ستاد مقابل با تحریم تاریخ 8/10/1397 نوشته از جناب آقای نجفی مشاور محترم وزیر و فلان، ضمن ارسال نامه شماره فلان مورخ 21/9/97 گروه بهمن به استثار میرساند. با توجه به قرار گرفتن نام شرکت مذکور در لیست تحریم‌های ظالمانه، امکان ارسال کالا به نام شرکت تخصیص ارز، انجام عملیات بانکی، حمل و ترخیص کالا با اشکال جدی مواجه است. لذا خواهشمند است مساعدت فرمایید موضوع جایگزینی نام شرکت فرسام تکران به جای مجموعه شرکت گروه بهمن در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گیرد تا سایر فلان 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 همین شرکت هم تحریم میشه. و عرض کردم آنچه که روشن است این است که سرنخ فعالیت اقتصادی و شرکت ها رو تحریم کنندگان خوب میشناسن و حتی با تغییر اسامی هم راه به جایی نمیبره. شاید مثلا در چه می‌دونم 15 روز یک بار بتونه کار بکنه ولی ادامه پیدا نمی‌کنه. ولی آقای دکتر منصور عزیز، بودجه سال 98 دولت تا حدود 40% به درآمدهای نفتی وابسته است. معافیت کشورهای خریدار هم که نیست. دور زدن تحریم‌ها با اون شیوه سابق دیگه همه می‌دونن که امکان‌پذیر نیست. خامنه‌ای هم که دو روز پیش اومد صحبت کرد، گفت اینا بذار تحریم بکنن راه رو ببندن، ما اون چیزی که می‌خوایم خودمون می‌تونیم بفروشیم. چجوری میخواد 40% درآمدهای نفتی رو، یعنی بودجه مملکت، یعنی اگه نداشته باشه حقوق کارگر و کارکنان خودشو نمیتونه بده دولت، اینو چجوری میخواد تامین بکنه؟ جناب ولایتی عزیز اجازه بدین یه توضیح مختصر در زمینه ارقام بودجه بدم. ببینید در بودجه به صورت مستقیم حدود 32% درآمدهای بودجه از محل نفت حساب شده و این محاسبه بر این مبناست که اینا بتونن روزانه 1 میلیون تا 1.5 میلیون بشکه نفت صادر بکنن. عرض کنم در عمده محل درآمد مالیاته، یعنی اگر از 142 تریلیون تومان میخوان از رهگذر نفت وصول کنن، حضور 153 تریلیون تومان میخوان از طریق مالیات وصول بکنم. ولی عنایت بفرمایید مالیات وقتی اقتصاد دچار رکود میشه و وقتی درآمد نفت کم میشه، کل درآمد کشور رو به کاهش میگذاره، از اون حد 32% بسیار بالاتر میره. در واقع بودجه دولت ایران حدود 70% به نفت وصله، برای که اون بقیه به صورت غیر مستقیم به نفت وصله ایدام میکنن. مطالعات دقیقی اقتصاددانها در این زمینه انجام دادن که 1 دلار کسری در درآمد نفتی کشورهای مثل ایران، کشورهای اوپک، در حدود 3 تا 5 دلار کسری در سرمایه گذاری ایجاد میکنه، یعنی به صورت اهرمی عمل میکنه. اینو داشته باشید در بودجه 5 منبع برای درآمد تعریف کردن. من منابع کلی رو عرض میکنم که عمده ترینش مالیات و بعد درآمد نفته، بعد از اون عرض کنم فروش اوراق مشارکت، این هم اگر در بازار رکودی باشه نمیشود، اگر بازار به دولت اعتماد نکنه در این شرایط دوباره نمیشود اینا فروش بره، بعد جرائم و درآمدهای خرد دیگر وجود داره. عرض کنم در نتیجه مجموعه درآمد دولت حدود 448 به قول خودشون هزار میلیارد تومان، یعنی تریلیون تومان. این رقم مشکوکه برای اینکه هم درآمد نفتی کم میشه، هم درآمد مالیاتی وصول نمیشه، هم اوراق مشارکت به فروش نمیره. اما هزینه های دولت مسلمه و رو به افزایشه، یعنی دولت باید حدود برای 8.5 میلیون نفر حقوق بپردازه. 4 میلیون اینها شاغلند، 4.5 میلیون اینها بازنشستند و صندوق های بازنشستگی هم عموما خالی و در معرض ورشکستگی. این عمده ترین هزینه دولته. دولت باید یارانه های مستقیم رو بپردازه که در بودجه منظور شده. به این ترتیب هزینه های دولت مسلمه. به این اضافه بفرمایید این نکته دیگر رو، شما اول سال بودجه رو میبندید، بگه 448 تریلیون تومان بودجه، آخر سال فقط اگر 30% تورم رسمی رو منظور بکنید حدود 200 تریلیون تومان بیشتر لازم دارید.
برای اینکه بودجه در طی سال مصرف میشه، در حالی که در اول سال تصویب بشه. خواه و ناخواه کمبود دارید، شما کمبود کلان دارید. خب در این 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم آقای دکتر، نتیجه چه میشود گرفت؟ نتیجه ببینید، نتیجه این که دولت از نظر دیگر درآمدها دستش بسته است، هیچ کاری نمیتونه بکنه. درآمد نفت نمیشه اضافه کرد، درآمد مالیاتی رو نمیشه اضافه کرد، اوراق مشارکت رو بیشتر از اون نمیشه بعد فروخت. چی؟ اونی که باقی میمونه دو راهه. یکی این که ارزی که رو وصول میکنه، پارسال 3500 تومان یه دلار خورد میکرد نزد بانک مرکزی، امسال گفته 5800 تومان تا 7000 تومان تا 8000 تومان خورد خواهم کرد. دنج تورم رو عملا روی گرده اقتصاد هموار میکنه، دلار میبره بالا. دیگر این که استقراض میکنه از بانک مرکزی، یعنی پول چاپ میکنه. کاری که مرتب داره میکنه، یعنی گرونتر میشه تمام سالها هر ماه هزاران میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میشه، یعنی دوباره پول ملی از رمق میفته. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر منصور. بریم پرده آخر. فرمود هر کس در کربلا زیارت فرزندم حسین یک حج از هر جایی که من انجام داده باشم تو نامه عملش نیست. میفهمی چی دارم میگم یا نمیفهمی؟ یک حج از حجی که من انجام داده باشم براش مینویسم. عایشه تعجب کرد. عایشه گفت یا رسول الله، یک حج شما؟ فرمود دو تا حج. عایشه تعجب کرد. پیغمبر فرمود سه تا حج منو برش می‌نویس. عایشه تعجب کرد. پیغمبر فرمود چهار حج. عایشه تعجب کرد. پیغمبر فرمود پنج حج مرا برش می‌نویس. شش تا، هفت تا، هشت تا، رسید به ده حج. عایشه دید، گفت دیدم اگر هی تعجب کنم، پیغمبر الان میگه 100 تا، بعد میگه 200 تا، 300 تا، بعد میره بالا میرسه به 1000 تا، 10000 تا، بعد پایان من خفه خون گرفتم که پیغمبر ساکت بشه. شب و روزگار خوش.